الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا خضيرة حلوة الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام محاسن سفيدان جوانان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ثانیا موضوعی که امروز در موردش صحبت می کنم به توفیق الله متعال درباره کسب و کار حلال است. درباره کار حلال و کار حلال انسان انجام بدهد برای مفاد آخرتش است و انسانی که از راه حرام کمایی بکند اون به نقصان آخرتش است. عزیزان من، الله متعال انسانها را که آفرید به خاطر رزق روزی حلال کار را آفرید. انواع کارها را الله متعال آفریده، تجارت، نجاری، خیاطی، آبرسانی، ده ها کار است که انسان می تواند از راه حلال کمایی بکند. الله متعال که انسان را آفرید با همچنان کار را برای مخلوق، برای انسانها آفرید تا اینکه انسانها در روی زمین سفر بکنند، گشت و گذار بکنند، برای لقمه حلال کمایی بکنند تا اینکه از لقمه حلال تغذیه شوند و وارد بهشت شوند. وجود که جسم که بدنی که از راه حلال تغذیه شده باشد اون وارد آتش جهنم می شود. بدنی که از رزق و روزی حلال تغذیه شده باشد وارد بهشت می شود. جسمی که از حرام تغذیه شده باشد وارد آتش جهنم می شود. عزیزان و جوانان، چی خوب است که ما برای فرزندانمان در ایامی که درس می‌خوانند، تعلیم می‌یابند، ما در کنار درس اونها را به یک شغل مصروف بسازیم، مثلا نجاری. اگر فرزند ما در وقتی که درس می‌خواند باید 2 ساعت 30 ساعت روزانه برود به نجاری یاد بگیرد، در ایام تحصیلش هم نجار می‌شود و هم دانشمند می شود. 2، اگر فرزند ما در ایام تحصیلش، در ایام تعلیمش اگر می پردازد به آهنگری مشکل ندارد، فرزند ما هم تحصیل یافته می شود و هم یک آهنگری خوب می شود. اگر در ایام تحصیلش فرزند ما تجارت می کند، سفر می کند، هیچ مشکلی ندارد. به خاطر چی؟ به خاطر که کشورهای اسلامی باید خودکفا شود، باید کشورهای اسلامی نیازی پیدا نکنند که بروند به نزد گوساله پرستان، به نزد اون اشخاصی که خدا را پرستش نمی کنند، خدا ناباور هستند، به نزد آنها بروند دست درازی بکنند، از اونجا چیزهایی بیاورن به کشورهای اسلامی و
و در اینجا به مردم عرضه بکنم. بله، اگر کشورهای اسلامی خودکفا باشند، فرزندانی اصیل این سرزمین در کنار درسشان و در کنار تعلیمشان شغلهای عاد دارن، فبها و نعمه. چی خوب است که یک حافظ قرآن در کشور اسلامی یک متخصص خوب در بخش تبابت باشد، یک عالم دین. چی خوب است که یک متخصص در بخش طب باشد که وطنداران ما اهل این سرزمین به نزد گوساله پرستان به تداوی نروند. چی خوب است که یک جوان این سرزمین همزمان دکتر باشد و همزمان حافظ قرآن باشد و همزمان یک طبیب خوب باشد که مردمان این سرزمین را تداوی کند. این بهتر است. بله، رزق روزی حلال کمایی کردنش، پیدا کردنش عبادت محسوب می شود. کسی که به خاطر لقمه حلال عرق می ریزاند و به خاطر لقمه حلال می رود کار می کند، این عبادت محسوب می شود. کسی به خاطر عبدالله ابن مسعود، عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فکر می کنم که آنها فرمودند کسی که می رود به کشورهای سفر می کند، به کشور اسلامی و به شهر مسلمانان چیزی را می آورد و اون در آن کارش صابر می باشد و همزمان اون چیزی را که به شهر مسلمانان می آورد به خاطر اجر و ثواب به نرخ روز او اجناس را به فروش می رساند، از برای از او اجر شهداست. مطلب را بگیره. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند اگر شخص چیزی را به شهر مسلمانان می آورد و اون در کارش صابر می باشد، یعنی صبر می کند، به نیت اجر و ثواب می آورد، در اختیار مسلمانان قرار می دهد و به نرخ روز اون را به فروش می رساند، از برای از او اجر شهداست. همون شهدایی که به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر نوامیس این سرزمین، به خاطر جغرافیای اسلامی مبارزه می کند. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمودند که اجر ثواب شهید را کمایی می کند. تجار محترم، کسبکار محترم، پس این مقام و منزلت یادت نرود. در صورتی که در کارت صادق باشی، در کارت صابر باشی، غش و خیانت را یاد نداشته باشی، از برای تو و مال را به مردم عرضه بکنی به نرخ روز، از برای تو اجر شهداست. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی انهما فرمودند این ویژگی بر مسلمان است. بله، بعضی از کارهایی است که هم منفعتش به خودمان میرسد و هم به دیگران. مثلا یک خیاط در یک منطقه خیاطی میکند، اون مفاد خود را میگیرد، کاری که میکند در مقابل مزدش، در مقابل کارش مزد میگیرد، کارهای دیگران را میدوزد و پول میگیرد و هم منفعتش برای خود رسیده و هم خدمت به هم شهریان عزیز رسیده، به اهل و منطقه رسیده است. مثلا شرکت های آبرسانی امروز خو کابل، مردم کابل از بی آبی داد میزنن، به کم آبی دست پنجه نرم میکنن. اگر شرکت های آبرسانی در این ایام تلاش میکنن برای مردم آب میرسانن، در این ایام هم مفاد برای خودشان است و هم مفاد خدمت برای کابلیان است، آنانی که از بی آبی رنج میبرن و دست پنجه به آبی نرم میکنن. این چندین خدمت است، هم مفاد برای خود، هم خدمت برای دوستان و
یاران و امقطاران. مثلا یک دریوری معزز دریوری میکند روزانه، کسب و کارش از این طریق است و روزی حلال پیدا میکند، اون پولی که میگیرد در مقابل سواریش هم برای خود مفاد و هم خدمت برای وطنداران و دوستان و رفیقان. تجار معزز، تجاران ملی ما، تجاران بین المللی ما میروند از کشورهای مختلف، چیزی که نیاز مبرم برای وطنداران در این سرزمین در این کشور است میآورند. اونها وقتی که میآورند بلند نمی فروشند، به نرخ روز به اشخاصی که نیازمند هستند، اجناسی که نیاز دارند به فروش می رساند و این هم مفاد خود را می گیرد و هم خدمت به مردم این سرزمین بیچاره می کند که اجناس را در اختیار این مردم بیچاره قرار می دهد. دو اجدست براش، یکی مفاد برای خودش و هم خدمت برای این ملت بیچاره این سرزمین است. ما کوشش بکنیم که هم برای خود و هم برای دیگران کار بکنیم. کیها در نزد خدا بزرگ می شوند، کیها در نزد خدا عزیز می شوند. همون اشخاصی که به خاطر نجات خود و به خاطر نجات انسانیت و بشریت می کوشد. مثلا ما اگر از صبح تا به ویگا 10 سپاره از قرآن عظیم و شان تلاوت بکنیم با خود کردیم، اگر ما از اول شب تا آخر شب عبادت بکنیم، نماز تهجد بخوانیم به خود میکنیم. ما اگر از صبح تا به ویگا روزه بگیریم و شب قیام اللیل داشته باشیم به خود کردیم، به دیگران نکردیم. اگر ما بخوایم که در نزد خدا عزیز شویم، در نزد خدا بزرگ شویم، برای بنده های خدا قدم برداریم، به خاطر بنده های خدا قدم برداریم. اگر ما نماز میخوانیم برای خود کردیم، چی خوب است که در وقتی که ما نماز نوافل میخوانیم برای امت مسلمه دعا بکنیم، برای اون عزیزانی که در کنار ما نیستن و از جمع ما رفتن و رخت سفر بسته کردن در عالم برزخ بسر میبرن دعا بکنیم. یک قدم برداشتن چی نو؟ مهمی نیست که ما پول جیب خود را به دیگران توزیع بکنیم، مهمی نیست که ما آنچه که داشته باشیم به دیگران توزیع بکنیم. اگر ما به خاطر یک اقتصاد منظم تلاش میکنیم و خودمان از امون راه لقمه حلال برای خودمان، برای پدر و مادرمان، برای اهل و فامیلمان میآوریم، چی خوب است که 5 تا از جوانان بیکار را در اونجا استخدام بکنیم از امون کاری که خودمان کمایی داره. بهتر است، خوب است که 5 شخص دیگر نان آور خانوادهش باشه، این بهتر است. پس کسانی در نزد الله بزرگ شمرده می شود و در نزد خدا عزیز می شوند که به خاطر بنده های نیک خدا قدم بردارند. مثلا یک شخص وضعیت اقتصادیش خوب است، یک حافظ قرآن را در یک جای ماهانه معاش تعیین می کند، میگه این فرزندان این منطقه، این فرزندان این مرز و بوم درس نخواندن، قرآن نخواندن، چی خوب است که در یک سال ما برای تو حافظ قرآن معاش میتوم، فرزندان این منطقه را درس بده. این قدم برداشتن برای بنده های خداست. 10 تا 20 تا جوانی که قرآن را نخواندن و به خاطر قرآن خواندن تو تنظیم و ترتیب میکنی، نزد خدا بزرگ میشوی. و اگر تو اشخاص و افراد را تشویق و ترغیب میکنی به این خاطر، یا کسایی که ثروتمند هستند یا کسایی که توانای اقتصادیشان خوب است، به خاطر چند تا مسکین و غریب که به خاطر آنها کمک و همدردی شود، این هم اجر تو میگیری و هم آن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که به خاطر پدر و مادرش،
کسب و کار حلال می کند و نان لقمه حلال برای پدر و مادرش می آورد، این شخص در راه الله است. کسی که به خاطر عیالش نان آور است و لقمه حلال به اهل و فامیلش می آورد، رسول علیه السلام فرمودند که این در راه الله است. چی خوب است که بنده نیک خدا عمر خودش در راه، عمر خیش را در راه الله سپری بکند. رسول معظم اسلام فرمودند کسی که به خاطر خودش، خوراک خودش و پوشاک خودش تلاش می کند، رسول علیه السلام فرمودند که اون در راه الله است. و رسول علیه السلام در آخرین جمله می فرمایند اگر کسی که به خاطر خود مال جمع می کند و به خاطر جمع آوری مال تلاش می کند و هدفش جمع آوری مال است، اون در راه شیطان است. توضیح می تونم براتون. اگر کسی که مال پیدا می کند و از اون مال برای پدر و مادرش می دهد، لقمه حلال برای پدر و مادرش می رساند، اون گویا این که در راه الله است. الله را حفاظت می کند، الله را حمایت می کند، به خاطر این که به خاطر پدر و مادر پیشش سفید و ریش سفید خود تلاش می کند، این شخص در راه الله است. و اگر کسی به خاطر فامیل خود، اولادهای خود تلاش می کند، رزق و روزی حلال پیدا می کند تا اینکه اولادهایش گرسنه نمانند، این در راه الله است. هر لقمه‌ای که فرزندانش، آل و عیالش لقمه حلال را میخورند صدقه محسوب میشود. دو، اگر کسی خود به خاطر خوراک خود و به خاطر پوشاک خود تلاش میکند، ناجی عالمی به شریعت فرمودند که این در راه الله است. اون کسی که تنها برای جمع آوری مال تلاش میکند، به خاطر ثروت انگفت نه برای پدر مصرف می کند، نه برای فامیل مصرف می کند و نه برای خود مصرف می کند و نه در مدارس مساجد مصرف می کند و نه برای اغنیا و فقرا مصرف می کند، نه برای آنهایی که شب تا صبح گرسنه می خوابند، اینها رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند که اینها در راه شیطان است. کسایی که مال دارند و به خاطر فقرا، اهل و عیال و فرزندانشان تلاش میکنند، اینها در راه الله است. کسی که به خاطر رزق و روزی حلال تلاش میکند، مانند همان مجاهدی است که در راه الله مبارزه میکند، مانند همان کسی است که در سنگر داغ نبرد در مقابل دشمن سینه سپر کرده است. و این رزق و روزی حلال باعث می شود که بنده مسلمان وارد بهشت شود و اون جسد و اون جسمی که از حرام تغذیه شده باشد وارد بهشت خدا نمی شود. باید ما از ابتدا تلاش بکنیم که لقمه حلال برای فرزندانمان، برای آل و عیالمان، برای پدر و مادرمان بیاریم. چرا فرزندان ما از ما روی گردان شده؟ چرا فرزند ما حرف پدر و مادر را گوش نمی دهد؟ چرا فرزند ما به درس قرآن حاضر نمی شود؟ چرا فرزند ما به نماز پنج وقت در جماعت، در جایی که عبادت الله ذوالجلال می شوند، حاضر نمی شوند؟ پدر عزیز، امان روزی را به یاد بیاور که تو از لقمه حرام به فامیل نان آوردی، از رای نامشروع لقمه نان آورده که این فرزندت از حرام تغذیه شده، پس اون فرزند امروز روی گردان از درس قرآن شده است، روی گردان از پنج وقت نماز شده است، روی گردان از پدر و مادر شده است. آن روز را باید بیاورد. ما باید تلاش بکنیم، زحمت بکشیم که مال حلال و لقمه حلال را به خانه من بیاوریم. چرا امروز دانشمندان که گذشته در جهان کنونی فعالیت میکردن، امروز در جهان کنونی نیست؟
چرا ما برای فرزندانمون تلاش میکنیم؟ مانند امام صاحب بخاری و امام ذهبی و دهالیمی که ناموشان زنده است و در صدر تاریخ بر خط زرین نوشته شده، چرا امروز مادران همچون فرزندان به جامعه تقدیم نمی کنند؟ چرا امروز در جهان کنونی و در کشورهای اسلامی فرزندان مصلح و صالح دیده نمی شود؟ چرا امروز فرزندانی دیده نمی شود که به خاطر نجات خود و به خاطر نجات فامیل و به خاطر نجات آن بشریت قدم بردارد؟ به خاطر که ما در کارمان صداقت نیست، به خاطر اینکه لقمه حلال به دروازه های ما تقل باب نمی کند. اصل ای است. چرا حافظ شیرازی متولد نمی شود؟ چرا سعدی متولد نمی شود؟ چرا اشخاص پیدا نمی شود که مانند صلاح الدین ایوبی و محمد فاتح مسلمانان را بسیج بسازد و در مقابل توطئه دشمن و در مقابل پلان های دشمن و در مقابل دسایس دشمن این ملل جهان را بسیج بسازند و توطئه های دشمن را نقش بر آب بگردارند؟ کجا هستند؟ به خاطر که ما لقمه حلال را به فامیلمان نمی آوریم. بله، اگر ما در کاری هم مصروف باشیم ما دروغ میگیم. بعضی ها میگن اگر ما در کارمان دروغ نگیم مالمان به سودا نمی رود. ما اگر سوگن یاد نکنیم مالمان به فروش نمی رود. ما اگر دروغ نگیم و سوگن یاد نکنیم مفاد بیشتر نمی شود. ای جوان، آخرتی که ابد الابد است، آخرتی که همیش انسان در نوش نعمت پروردگار زندگی به سر می برد، اون را به خاطر زندگانی چند روز مفروش. پیش الخالق لایزال رفتنیستم و اون خالق لایزال از ما پرسان می کند که ما به خاطر مفاد دو روزه ایمان، به خاطر مفاد چند ایمان ما دروغ گفتیم. ما خالق لایزال را در یک متاع ناچیز پایین آوردیم و به خالق خود سوگند یاد کردیم که این مال را به این قدر خریدیم، ولی در حالی که ما دروغ گفتیم و در حالی که ما با دروغ مال خود را سودا کردیم، بدانیم که خالق لایزال از ما پرسان می کند. ما دنیای خود را به خاطر دنیای خود آخرت خود را خراب نکنیم. ای جوان، اگر عمر ما بیشتر باشد 70 و 60 و 50، نهایتا 80 و 90، ولی به خاطر زندگانی دنیای ما آخرت خود را خراب نکنیم. آخرت جاویدان و همیش انسان زنده میماند و همیش در بهشت زندگی میکند، به شرطی که در انسان در دنیا با مال حلال دست پنجه نرم کرده باشیم و از بیرون به فامیل خود لقمه حلال را آورده باشیم که فرزندان ما از نان حلال و از لقمه حلال تغذیه شده باشد. هر وقتی که خود را اصلاح کردیم، از مال حلال فرزندانمان را خورانیدیم و فرزندان ما از مال حلال تغذیه شده و شده باشد، پس ما منتظر سعدی و منتظر شیرازی و امام بخاری و امام مسلم و امام ترمذی بوده باشیم که فرزندان مصلح بر جامعه تقدیم میکنیم که مسلمانان را مانند خالد ابن ولید و مانند محمد فاتح بسیش بسازن و در مقابل توطئه دشمن سینه سپر قرار بدهند. وقتی که مسلمانان در هندوستان امروزی بسطوح آمدن و دشمنان اصیل اسلام در اطراف و اکناف مسلمانان را زجر می دادن، مسلمانان را اذیت می کردن، سرانجام روز جمعه خطیب روز جمعه در هندوستان بلند شد، گفت ای مسلمانان، تا چی وقت ذلت را تجربه بکنیم؟ تا چی وقت زیر یوغ بردگ دشمنان باشیم؟
تا چه وقت ذلت را تجربه بکنم. نیست جوانی که این مسلمانانی که ظلم و ستم میشوند، این مسلمانانی که زیر اذیت دشمن قرار گرفتن، نیست در این جمع و در این میان نمازگزاران کسی نیست که مسلمانان را در جهان کنونی بسیج بسازد و پوز دشمن را به خاک بمالد و اجدای دشمن جرأت نکند بالای مسلمانان تاخت تاز بکند و خون هیچ مسلمان به زمین رنگ نشود. نیست کسی. جوان 21 ساله از میان نمازگزاران بلند می شود، اون به خاطر انسجام و وحدت مسلمانان آسین بر می زند و مسلمانان را در یک صف بسیج قرار می دهد و در یک صف منظم مسلمانان به یک صدا در می آیند و در سن 21 سالگی کتابی نوشته می کند به نام الجهاد کتابش است و بعد از او مسلمانان اتحاد و انسجامشان منظم می شوند و در مقابل توطئه های دشمن سینه سپر قرار می دهند و پوز دشمن را به خاک می مالند و دیگر مسلمانان مورد آزار و اذیت دشمن قرار نمی گیرند. علت چه بود که اون جوان 21 سال بلند می شود، در سن 21 سالگی کتابی می نویسد و بعد از اون مسلمانان را منسجم قرار می دهد و در مقابل دشمن سینه سپر قرار می دهد و مسلمانان را از زیر بردگی نجات می دهد و پوز دشمن را به خاک می مارد که امروز اون جوان 21 ساله افتخاراتش به خط زرین در صدر تاریخ نوشته شده. ای جوان، این که اولادمان از ما روی گردان شده تأثیرش است که ما از لقمه حلال به خانه نان ناوردیم. اگر فرزند ما روی گردان می شود، اگر خانین ما روی گردان می شود، اگر دختر ما روی گردان می شود، به این معناست که ما از همان روزی را باید بیاوریم که لقمه حلال به خانه ناوردیم. در کارمان سوگند نخوریم. خدای متعال با اندکترین مفاد دنیوی من پایین نیاریم. بگیم به خدا سوگند که اینقدر مال را خریدم، به خدا سوگند که این چنین و آن چنین کردم. نباید که ما به خاطر مفاد دنیوی من آخرت خود را خراب بکنیم. پس اشخاصی که در جامعه بیکار هستند به خاطر کار بیشتر و به خاطر یک کاری که از آن لقمه حلال به دست می آورد تلاش بکنیم، چون زمانی که جامعه ما امن و امنیت نداشته باشد یکی از دلایلش این است که جوانان بیکار می باشد. وقتی که جوان بیکار باشد دست به فسادهای گمنام می زند. اگر اون جوان در یک کار مصروف باشد از اون طریق لقمه حلال به فامیل بیاورد، به این معنیست که جامعه ما نارام نمی شود. ما برای کار حلال، برای کار و بار تلاش بکنیم که از آن طریق لقمه حلال بیاوریم. یک مسئله را متوجه باشین برادرها، اگر ما کارمند هستیم در یکی از شرکت ها یا اینکه در ارگان های دولتی کار میکنیم، کارمان را با صداقت کامل با ایمانداری کامل انجام بدهیم. آن کاری که همان روز به دوش ما سپرده می شود آن کار را با یقین کامل با ایمانداری کامل انجام بدهیم، به خاطر اینکه اگر کارمان را ما به درستی انجام بدهیم به این معناست که معاشی که ما ماهوار میگیریم حلال شده است. پس از اون لقمه حلال ما به فامیل نان بیاوریم، اون اولادای ما، فرزندان ما، نخبه های جامعه، دعوتگران راستین، مجاهدین مبارز، حفاظ کرام و دانشمندان در بخش اقتصاد و انجینری تربیت میکنیم که کشورمان خودکفا میشود. دیگر نیاز به شرق و غرب نمی داشته باشیم، دیگر نیاز نمی داشته باشیم که مریض ما به نزد گسله پرست برود، مریض ما به کشورهای برود که مسلمان نیست. باید ما خود خودکفا باشیم که این فرزندان اصیل این سرزمین را در بخشهای مختلف متخصص تربیت بکنیم و از امون بخش از منطلق لقمه حلال به خانواده های من بیاوریم. الله متعال ما و شما را توفیق بده پایبند دین محمد رسول الله باشیم.
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافينا قبل ذلك، وصلى الله تعالى.